اطلاعیه 1466 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان. غیر از باورمندان شیعه 12 امامی، همگی شهروند درجه 2 یا کافر هستند. آیت الله خمینی پس از انقلاب 57 به تمامی پیروان ادیان الهی اطمینان داد که از این پس از عزت و احترام برخوردار خواهند بود و همانند سایر شهروندان با آنها برخورد خواهد شد. چه کسی فکرش را می‌کرد که 40 سال بعد بسیاری از غیر مسلمانان به جای برخورداری از شأن و منزلت اجتماعی، یا ناگزیر به مهاجرت و ترک وطن و یا ناچار به صرف نظر کردن از حقوق انسانی و اجتماعی خود گردند. با آنکه اصل 13 قانون اساسی ایرانیان مسیحی، زرتشتی و کلیمی را به عنوان پیروان سایر ادیان شناخته شده به رسمیت می‌شناسد، اما این اصل نتوانست برای این گروه از هموطنان تضمینی برای برخورداری از حقوق اجتماعی و حمایت قانونی فراهم کند، چه رسیده به باورمندان ادیان دیگری مثل یارسان، مندائیان، بهائیان، بوداییان و غیره که در این عصر از قانون اساسی حتی به رسمیت هم شناخته نشدند. آنچه که در دولت جمهوری اسلامی ایران همیشه وجود داشته، تبعیض میان مسلمانان و غیر مسلمانان بوده، تا جایی که آثار این نگرش در تدوین سایر قوانین هم به وضوح قابل مشاهده است و شکل کاملا قانونی به آن داده شده است. نمونه برجسته این گونه تبعیض‌ها را در ماده 881 مکرر قانون مدنی میتوان مشاهده کرد. کافر از مسلم ارث نمیبرد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد، وراثه کافر ارث نمیبرند، اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند. تلاش فراوان نماینده زرتشتیان در مجلس هم نتوانست با اصلاح و یا اضافه کردن تبصره ای به این ماده موجب به رسمیت شناختن ادیان رسمی و خارج شدنشان از عنوان کافر شود و همچنان پیروان این ادیان کافر محسوب می شوند. اگرچه مقامات جمهوری اسلامی ایران برای حفظ ظاهر هر سال از بزرگان باورمندان دینی تجلیل می کنند، اما در عمل نیت واقعی چیز دیگری است. به گفته نماینده سابق زرتشتیان در مجلس، با اینکه پیش از انقلاب زرتشتی ها در ارکان دولتی اشتغال داشتند، اما در حال حاضر نه تنها از ورود آنها به مشاغل دولتی ممانعت می شود، بلکه برای تحصیل فرزندانشان در مدارس هم با مشکل مواجه هستند. نحوه ورود به ارتش هم قانون تبعیض آمیز دیگری است که ورود غیر مسلمانان را به مشاغل نظامی غیر ممکن می سازد، زیرا در این قانون شرط ورود تدین به اسلام تعیین شده است. طبیعتاً وجود این قوانین در کنار رفتار تبعیض آمیز دولت متناقض اصل 28 قانون اساسی است که می گوید هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. نماینده سابق زرتشتیان در مجلس معتقد است که زرتشتیان از حق آزادی انجام مراسم برخوردار نیستند. مثلا آتشی که برای اجرای مراسم برپا کرده اند و باید تا صبح روز بعد روشن بماند، ساعت 7 عصر توسط آتش نشانی فرو نشانده می شود. هموطنان اهل سنت از ناکافی بودن مسجد برای مراسم عبادی، عدم امکان داشتن حضور در جمع دولتیان شاکی هستند.
دراویش، یارسان و دیگر اندیشان هم امکان نیایش و حضور در امور دولتی را ندارند. بهائیان از حق کار، تحصیل و سایر آزادی‌های اولیه و حتی حق مالکیت بر اموال خیش محرومند. به طور کلی تمامی پیروان ادیان غیر شیعه از تبعیض حاکم بر فضای زندگیشان رنج می‌برند. همگی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها آزرده خاطر هستند و روزی نیست که اخباری از دستگیری و زندانی شدن این افراد منتشر نشود. با توجه به رنج و ظلمی که در حق غیر مسلمانان در ایران روا می شود، با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 1 برابری افراد از لحاظ حیثیت و حقوق، ماده 2 عدم تبعیض، ماده 3 حق زندگی، آزادی و امنیت، ماده 7 همه در برابر قانون مساوی هستند و ماده 18 همه از آزادی فکر و اندیشه و مذهب برخوردارند. بنابراین ما فعالین حقوق بشر ضمن حمایت از حقوق کلیه پیروان مذاهب مختلف در ایران، رفتار تبعیض آمیز دولت جمهوری اسلامی ایران را نسبت به پیروان سایر ادیان در ایران محکوم کرده و با حمایت از این گروه از هموطنان خواستار برقراری عدالت، برابری و انصاف در بین پیروان سایر ادیان هستیم. دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.